توی این قسمت قراره تمام وسایلی که برای سفر با دوچرخه نیاز هست رو بهتون معرفی کنم، پس با من همراه باشید. سلام، من محبوبه هستم. تو قسمت‌های قبل در مورد انواع دوچرخه، کاربردهاشون و اینکه یک دوچرخه رو چجوری با قد خودتون تنظیم کنید صحبت کردیم. اگه هنوز مشاهده نکردید از لینک بالا سمت چپ برید و نگاه کنید. البته این لینک مخصوص کسانیه که از یوتیوب ما رو دنبال میکنن. همینطور که میدونید سفر سبک‌های مختلفی داره. آدم‌های متفاوت با روش‌های مختلفی سفر میکنن. سفر با دوچرخه، سفر با هواپیما، با قطار و یا حتی پیاده. توی همه این سفرها یه سری تجهیزات نیازه تا شما سفر ایمن، راحت و رضایت بخشی داشته باشید. و اما اگه شما هم مثل ما با دوچرخه سفر میکنید، با هم بریم ببینیم چه چیزهایی نیازه توی سفر با دوچرخه. توی سفر با دوچرخه قرار همه این وسایل رو با خودتون داشته باشید. پس بهتره دوچرخه‌تون یه سری امکاناتی رو مجهز باشه. مثل ترک بند جلو، ترک بند عقب و محلی برای نصب قمقمه‌های نوشیدنیتون. وسایل‌های سفر با دوچرخه رو باید توی خورجین و یا کیفی قرار بدیم که ما خودمون از دو تا شرکت ایرانی خورجین و کیف‌هامون رو تهیه کردیم و تو قسمت‌های بعدی این دو تا برند کاوک و فرهاد لیب رو با هم مقایسه می‌کنیم. و اما شما بسته به نوع سفرتون، تعداد روزهایی که تو سفرید، سبک سفرتون، مقصدتون، همه اینها باید وسایلتون رو تقسیم بندی کنید. مثل وسایل کمپینگ، وسایل خورد و خوراک و پوشاک و وسایل ایمنی و بقیه چیزها. که توی ادامه من تک تک این موارد رو براتون توضیح میدم. و اما اگه سبک سفر شما جوری که قرار نیست توی هتل، مسافرخونه و یا خونه کسی بمونید و فقط باید توی طبیعت چادر بزنید، یه سری وسایل مورد نیازه. مثل همین چادر کمپینگ، کیسه خواب، زیرانداز و یه سری وسایل گرم. توی سفر گاهی باید خودتون غذا درست کنید، پس باید لوازم پخت و پز رو هم همراهتون داشته باشید. مثل پیکنیک، سرشعله، قابلمه، کتری، فلاکس، بشقاب غذا خوردن، لیوان، قاشق، چنگال و از همه مهمتر اختراع ما خراسانی ها که اگه اسمشو بلدید حتما برامون کامنت کنید. و اما تغذیه در سفر و مواد لازم برای پخت و پز که بعدا توی قسمت های بعدی در مورد تغذیه در سفر با دوچرخه کامل براتون توضیح میدیم. و حالا میرسیم به نیاز اساسی بعدی، یعنی پوشاک. پوشاک شما بسته به فصلی که سفر میکنید و تعداد روزهایی که در سفرید متفاوته، اما هیچ وقت سعی نکنید که تعداد زیادی پوشاک با خودتون همراه داشته باشید. یه سری پوشاک اساسی هستن که متناسب با فصل، مثلا لباسهای گرم مثل کاپشن پر، لباسهای پاییزی و خنک مثل بلیزهای آستین بلند که دستتون نسوزه توی آفتاب، کلاه، دستمال سر که خیلی کاربردیه، یکی الا دو دست تیشرت، لباسهای زیر، جوراب و اما کفشها مثل صندل، دمپایی، کتونی که توی مسیرهای مختلف کاربردهای مختلفی داره براتون و لباسهای مخصوص دوچرخه سواری مثل شلوارهایی که پددار هستن و یا مخصوص آقایون که شورتهای کوتاه‌تر که پددار هستن برای اینکه شما راحت‌تر رکاب بزنید. لباس‌هایی هستن که مخصوص بارونن مثل پانچو، بادگیر، کلاه‌های آفتابی هم که گفتم براتون، شال و روسری مخصوص خانم‌ها که همه اینها تو قسمت پوشاک دسته‌بندی میشن. بعد از پوشاک بریم سراغ لوازم بهداشتی و کمک‌های اولیه. لوازم بهداشتی باید حتما همراهتون دستمال توالت، دستمال مرطوب، مسواک و خمیر دندون، نخ دندون، خلال دندون، مواد شوینده، شامپو، صابون، پدهای مخصوص خانم‌ها و همچنین وسیله مثل کرم ضد آفتاب، کرم مرطوب کننده حتما باید همراهتون باشه و ژل ضد عفونی کننده جایی که آب نیست دستتون رو بشورید و کمک‌های اولیه که همیشه باید همراهتون باشه و داروهای مخصوص خودتون و یه سری داروهایی که همیشگی توی همه پک‌ها هست باید داشته باشید، مثل بتادین، چسب زخم، همه اینها باید تو این باشه و این باید همیشه همراهتون باشه.
میریم سراغ دسته لوازم الکترونیکی. اولینش گوشیه. شما باید گوشیتون همیشه شارژ باشه و یه سری نرم افزار ضروری رو نصب کنید روش، مثل جهت وزش باد، مسیریابی، شیب جاده که به دردتون میخوره و بعداً در آینده کامل براتون توضیح میدیم. سراغ بعدی، یه سری چراغ نیاز دارید برای اینکه توی شب توی جاده دیده بشید. چراغ جلو، چراغ خطر عقب که من الان اینجا ندارمش، هدلایت برای اینکه بتونید چادرتون رو برپا کنید و یا توی جاده میتونید ازش استفاده کنید، خیلی مهمه. و اینا یه سری شارژی هستن و یا باتری خور، پس باید همیشه باتری اضافه داشته باشید و یا کابل شارژت رو همیشه با خودتون داشته باشید. و چیزی که نیاز دارید برای شارژ اونها پاور بانکتون همیشه باید فول باشه. لوازم بعدی میتونه دوربین باشه. شما دوربین های مختلف فیلم برداری داشته باشید که این اوزمو پاکته و یه جور دوربین های خیلی خوب و باحالیه برای فیلم برداری. GPS خیلی مهمه، اونم تو مسیرهایی که شما گوشیتون خاموش شده و مسیرتون رو گم کردید یا توی کوه و طبیعت هستید. چراغ داخل چادر میتونه به دردتون بخوره برای اینکه روشنایی داشته باشید. و کابل شارژ، خب همیشه باید کابل شارژتون همراهتون باشه که وسایل مختلف کابل شارژ های مختلفی دارن. یه سری وسایل مثل رم و اینها هم که حالا جزء متعلقات این وسیله هستن. و میریم سراغ بعدی ها. خب شاید بگید این همه وسیله رو من چجوری توی خورجینم پیدا کنم؟ پس بهتر همیشه از کیفایی مثل اینجوری استفاده کنید. اینا رو میتونید وسیلاتون داخلش مرتب بذارید و یا برچسب یا اسمش رو روش بنویسید تا توی خورجینتون راحت تر پیدا کنید، یا خورجیناتون رو تقسیم بندی کنید، خوراکی ها یه جا، پوشاک یه جا. از وسیله های دیگه مثل دور ریختنی هم میتونید استفاده کنید. مثلا من از این کیف برای ادویه هام استفاده کردم و ادویه هامو توش میذارم. خب یا این کیفی که خودم دوختم و وسایل الکترونیکی و ریز و داخل این میذارم. و وسایل دیگه ای که بعضی از وسایل میتونید از دور ریختنی ها استفاده کنید، خیلی هاشون وسایل ها مثل قوطی ها، مثلا اینا من تو اینا شامپو میریزم، صابون پودر میکنم میریزم و خیلی چیزهای دیگه میتونید استفاده کنید و مرتب داخل خورجینتون بذارید. و اما دسته آخر، لوازم ایمنی و لوازم تعمیراتی. ممکنه توی جاده دوچرختون پنچر بشه، پس شما باید پنچرگیری بلد باشید و لوازم پنچرگیری همراهتون باشه، مثل تیوب اضافه، چسب و آلن که برای اینکه دوچرختون رو بتونید باز و بسته کنید، و همچنین قفل. شما باید همیشه حداقل دو تا قفل همراهتون باشه و دوچرختون رو به درخت و یا میله‌ای ببندید، چون ممکنه اون وسیلتون دزدیده بشه. و همچنین برای باد زدن دوچرختون احتیاج به یه تلمبه دارید که این تقریبا کوچکترین سایز تلمبه است، خیلی سبک و کاربردیه و فشار سنج هم داره که شما تا یه حد معین بتونید درجه رو ببینید و دوچرختون رو باد بزنید. کلاه ایمنی که نباید هیچ وقت فراموش بشه، مخصوصا توی جاده های شلوغ. کلاه ایمنی همیشه باید رو سرتون باشه. و این هم آخرین وسیله ایمنی بود که براتون گفتم. میرسیم به قسمت آخر از وسیله‌های مورد نیاز سفر، مدارک شناسایی و پول نقد، مثل پاسپورت، شناسنامه، کارت‌های بانکی و کارت ملی و پول نقد. این وسیله رو نباید هیچ وقت گم کنید و باید همیشه کنار خودتون باشه. پس از یک کیف کمری استفاده کنید و یا یه جایی مخفیشون کنید. پول نقد هم همیشه نباید زیاد همراهتون باشه، به مقدار لازم دستتون باشه و یا توی بعضی از وسیله هاتون مخفی کنید تا در صورت اینکه مورد سرقت واقع شدید نتونن اونا رو پیدا کنن. و دفترچه بیمه، اگه توی ایران سفر میکنید دفترچه بیمه همراهتون باشه تا هزینه‌های درمان زیادی رو ندید. و اما اگه اهل نوشتن خاطرات سفرتون هستین و یا سفرنامه می نویسید، همیشه یه دفترچه با خودتون همراهتون باشه تا یه سری نکاتی رو یادداشت کنید که بعد از اینکه سفرتون تموم شد و خواستید توی سفرنامه‌تون بیارید اونها رو فراموش نکنید. و اگه شاید گوشیتون خاموش بشه، پس اگر مقصدتون مشخصه و میخواید جاذبه های اون شهر رو ببینید، از اون شهر حتما یه نقشه همراهتون باشه. همه این چیزهایی که گفتم باید همیشه مراقبشون باشید. میتونید توی یه کاوری بذارید مدارک شناساییتون. آها یادم رفت. مدارک شناساییتون رو توی یه کاوری بذارید که در صورت اینکه بارون اومد توی مسیر خیس نشن و از بین نرن. پس توی یه کاور پلاستیکی بذارید که زیپیه و اون رو بذارید توی کیف کمریتون. و سعی نکنید که مدارک شناسایی و پول نقدتون در معرض دید باشه.
همین. تا اینجا لوازم مورد نیاز سفر رو با هم مرور کردیم. اگه شما فکر میکنید که وسیله‌ای رو جا انداختم یا طبق تجربتون باید توی سفر اونو داشته باشیم، حتما کامنت کنید. و اما در قسمت بعدی قرار از تجربه‌مون از استفاده کردن خورجین‌های فرهادلی و کاوک بگیم. پس اون قسمت رو حتما نگاه کنید و از دست ندید. تا قسمت بعدی، خداحافظ.